در همین رابطه هم همراه میشیم با همکارم علیزا محبی که از شهر ملبورن در استرالیا با ما همراه شده. علیزا، چه جزئیات بیشتری در این مورد برامون داری؟ زینب، امروز پنج شنبه 23 فوریه برابر با 4 اسفند ما اتحادیه رسانه سرگرمی و هنر استرالیا که روزنامه نگاران استرالیایی رو هم نمایندگی میکنه با ارسال پیام اختصاصی به ایران اینترنشنال تهدید تروریستی برای دفتر تلویزیون ما در لندن و همچنین جابجایی پخش برنامه ها از لندن به واشنگتن دی سی رو نامید کننده دونست خانم کارن پرسی مدیر بخش رسانه‌ای فدرال این اتحادیه که خب از خبرنگاران با سابقه استرالیایی هم به شمار میره در پیام خودشون اعلام کردن که تصمیم ایران اینترنشنال برای جابجایی پخش برنامه‌های خبری به واشنگتن دی سی قابل درک هستش، اما روزنامه‌نگاران باید بدون ترس بتونن که وظایف خودشون رو انجام بدن و تهدید و حمله به خبرنگاران حمله به آزادی مطبوعات هستش. در پیام این اتحادیه آمده که خشونت جاری در ایران بخش بزرگی از جامعه رو متاثر می‌کنه و مهم هستش که این داستان‌ها گفته بشه. اتحادیه رسانه سرگرمی و هنر استرالیا همچنین نگرانی خودش رو نسبت به رفتار رژیم جمهوری اسلامی با خبرنگاران و کارکنان رسانه در داخل ایران اعلام کرده و گفته که این افراد نباید به خاطر انجام وظایفشون بازداشت بشن. این اتحادیه همچنین اون درخواستی رو که ارائه کرد به کمیته مراجع امور خارجه دفاع و تجارت مجلس سنای استرالیا در خصوص بررسی پیامدهای نزاع حقوق بشر در اختیار ما قرار داده که تمرکزش بر سرکوب حکومتی روزنامه‌نگاران در داخل ایران هستش. در این درخواست آمده که آمار بالای روزنامه‌نگاران زن که صرفاً به خاطر انجام وظایف خودشون و انجام کارهاشون بازداشت میشن بسیار نگران کننده است. به نیلوفر حامدی و الهه محمدی اشاره کرده بعد از ماجرای کشته شدن مهسا امینی بازداشت شدن. در این دادخواست و بیانیه به کمیته مرجع امور خارجه سنا آمده که هر روزنامه‌نگار ایرانی که به صورت بردهوار تبلیغات حکومتی رو باز تولید نمی‌کنه با خطر آزار و اذیت، حبس، رسیدگی های مبهم قضایی و مجازات سنگین از جمله اعدام روبرو هستش. نکته ای که اهمیت داره اینجا به ماجرای تهدید قبلی ما در ماه نوامبر اشاره شده در این دادخواست که گفته ما بر اساس اون تهدیدهایی که دریافت کنیم از آژانس های معتبر امنیتی به این نتیجه رسیدیم و مطلع شدیم از این اتفاق. و خب این همه موارد نشان دهنده این هستش که اقدامات رژیم جمهوری اسلامی زیر ذره بین نهادهای مختلف حقوقی، مدنی و البته نهادهای رسانه‌ای به مانند این اتحادیه در استرالیا هستش. علیزاده محبی، خبرنگار ما در استرالیا، ممنونم از شما.